خب در رابطه با واکنش های مربوط به ترانسفیوژن، واکنش آلرژیک یا آنافیلاکسی ازیاد حساسیت تیپ 1 هست در مقابل پروتئین های پلاسما و نکته مهمش این هستش که در افرادی که IgA دفیشنت هستن باید فرآورده خونی IgA دفیشنت باشه، چون که IgA به عنوان یک پلاسما پروتئین باعث ازیاد حساسیت تیپ 1 در فردی که IgA دفیشنت باشه میشه و باعث آنافیلاکسی ممکنه فقط کهیر و خارش باشه که حالا واکنش آلرژیک هست و ممکنه که ویز، هایپوتنشن و عرصه تنفسی هم داشته باشیم که به سمت آنافیلاکسی رفته. در مورد واکنش همولیتیک حاد تیپ 2 زیاد حساسیت هستش که توسط آنتیبادی هست که از قبل وجود داشته، به خاطر همین حاد هستش و مربوط میشه به اینکامپتیبیلیتی گروه خونی ABO. علائم بالینیش خب لیز اینتراواسکولار و اکستراواسکولار داریم، بنابراین کاهش فشار خون، تاکیکاری، تاکیپنه و اینکه فلانک پین رو هم یادتون باشه که در پرزنت بالینی سوال میارن. در مورد واکنش تبدار یا فبرال به علت وجود وایت بی سی در اون فرآورده خونی هستش که تزریق میشه، که سایتوکاین هایی که از وایت بی سی ها آزاد شدن و از قبل موجود بودن باعث واکنش میشن و راه حلش اینه که از فرآورده لوکوریداکشن که وایت بی سی شون برداشته شده استفاده بشه. علائم بالینیش هم تب و سردرد و فلاشینگ هست. همه این سه موردی که گفتم چون از قبل اون حالا آنتیبادی، سایتوکاین یا اون در واقع حساسیت از قبل وجود داشته به صورت اکیوت هستن و در طی چند دقیقه تا چند ساعت اتفاق می افتن. در مورد ترالی یا ترانسفیوژن ریلیتد اکیوت لانگ اینجری، مخففش ترالی، نکته مهمش نقش نوتروفیل ها هست در این واکنش و اینکه آنتیبادی های آنتی لوکوسیت که در فرآورده خونی وجود داره اما نوتروفیل هایی که در واسکولچر ریه وجود دارن واکنش میدن و باعث افزایش نفوذپذیری کپیلری در ریه و در نتیجه ادم ریه میشه. در مورد واکنش همولیتیک تأخیری هم که در طی 1 تا 2 هفته در واقع واکنش خودشون نشون میده و سلف لیمیتد هست و به خاطر در واقع اون آنتیژن های فرعی روی آر بی سی و گروه خونی فرعی هست و همولیزش هم اکستراواسکولار هست. فقط توی اکیوت هم اینتراواسکولار و هم اکستراواسکولار بود همولیز، اما توی دیلی فقط اکستراواسکولار هست و سلف لیمیتد. خب این آنتیبادی ها معمولا مهم هستن که یاد داشته باشین. آنتیبادی مربوط به استیل کولین رسپتور که پست سیناپتیک هستن، مربوط هستن به میوسین گراویس. پرسیناپتیک که در واقع آنتیبادی بر علیه چنل های کانال های کلسیوم هست، مربوط هست به لمبرت ایتون. در مورد آنتی فوسفولیپید سیندروم، آنتیبادیش آنتی بتا دو گلیکوپروتئین 1 هست. توجه بکنید که بتا دو گلیکوپروتئین 1 مخصوص آنتی فوسفولیپید هست و در لوپوس نیست، اما آنتی کاردیولیپین و لوپوس آنتی کوآگولان هم در اسلی هست و هم در آنتی فوسفولیپید سیندروم. خب آنها که مربوط به خیلی از بیماری های روماتولوژی هست، آنان اسپسیفیک هست مخصوصا برای لوپوس. دبل استندینی و اسمیت مربوط به لوپوس هستن، اختصاصی تر هستن. آنتی هیستون در مربوط هست به لوپوس دارویی. یوان آر ام پی که در قسمت اسپلایسینگ بیوشیمی هم در موردش صحبت کردیم، مربوط هست به میکس کانکتیو تیشو دیزیز. در مورد روماتوید آرترایتیس، روماتوید فاکتور رو خاطرتون باشه که یک آی جی امی هست بر علیه قسمت اف اس سی آی جی جی. پس روماتوید فاکتور رو داریم و آنتی سی سی پی. آنتی رو و آنتی لا مربوط هست به شوگرن. آنتی استیل 70 که یک در واقع دینی توپو ایزومراز، آنتیبادی بر علیه دینی توپو ایزومراز 1 هست، مربوط هست به اسکلرودرمی دیفیوز. و آنتی سنترومر مربوط هست به کرس یا اسکلرودرمی لیمیتد و محدود. بنابراین استیل 70 اسکلرودرمی دیفیوز، سنترومر اسکلرودرمی لیمیتد. موارد مهم دیگه، آنتی میتوکندری مربوط هست به پرایمری بیلیری کولانجایتیس. این ستا رو با هم دیگه اشتباه نکنید. آنتی میتوکندری مربوط هست به پرایمری بیلیری کولانجایتیس. آنتی اسموس ماسل مربوط هست به هپاتیت اوتو ایمیون و پیانکا مربوط هست به پرایمری اسکلروزینگ کولانجایتیس. پس پیانکا مال اسکلروزینگ هست، آنتی میتوکندری مال بیلیری هست، بیلیری کولانجایتیس، و آنتی اسموس ماسل مربوط هست به هپاتیت اوتو ایمیون. خب پیانکا علاوه بر پرایمری اسکلروزینگ کولانجایتیس مربوط به چرچ استراوس یا همون اوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس هم هست و همچنین کولیت اولسرو. خب سیانکا که مربوط هست به وگنر، آنتی فوسفولیپاز A2 نفروپاتی ممبرانو،
آنتی همیدسموزون بولوس پنفیگوئید که در واقع موکوس ممبران ها رو درگیر نمی کنه و به صورت خطی هست، در واقع اون رسوب آنتیبادی ها در پوست. آنتی دسموگلین یا آنتی دسموزون مربوط هست به پنفیگوس فولگاریس که موکوس ممبران ها رو درگیر میکنه، بیماری شدیدتری هست و به صورت رتیکولر در پوست آنتیبادی ها تجمع پیدا میکنه. موارد مهم دیگه آنتی تی اس اچ هست که برای گریوز هست. آنتی تیروگلوبولین مربوط می هست به هاشیموتو. آجی آنتی اندومیزیال ها مربوط به سلیاک و آنتی گد یا گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز که همون گد هست مربوط هست به دیابت تایپ 1. آنتی پریتال و اینترنسیک فاکتور که خب آنمی پرنیشس هست و گود پاستر هم آنتیبادی بر علیه بیسمنت ممبران هست. خب در مورد ایمونودفیشنسی ها و پاتولوژی ها که خیلی مهمه، موارد مربوط به بیستل بیماری بروتون هست که خیلی مهمه که در واقع اختلال در مچوریشن بیستل هست. دقت داشته باشین که ایکس لینک هست و بنابراین در پسرها هست در پرزنتیشن سوال ها. معمولا بعد از 6 ماهگی که در واقع آی جی جی ماترنال سطحش کاهش پیدا میکنه بروز پیدا میکنه و چون کلا بیسل ما نداریم، هیچ ایمونوگلوبولینی نداریم، ژرمینال سل فولیکول ها وجود نداره و واکسن های زنده ضعیف شده هم کنتراندیکه هستن، پس در بیماری بروتون ما مچوریشن بیسل نداریم. اما در واقع سی وی آی دی یا کامن وریبل ایمونودفیشنسی ما دیفرنسییشن بیسل رو مشکل داره. برای ما بیسل داریم اما پلاسما سل و ایمونوگلوبولین ها که وابسته به دیفرنسییشن هستن کاهش پیدا کردن و معمولا مالتر هم هست و بعد از بلوغ خودشونشون میده. خب در مورد سلکتیو آی جی دفیشنسی، شایع ترین ایمونودفیشنسی پرایمری هستش و نکته مهمش آنافیلاکسی نسبت به فرورده هایی هستش که آی جی دفیشن نشده باشن، چون این افراد خب از اول آی جی نداشتن و وقتی که توی فرورده آی جی وجود داشته باشه نسبت به اون پروتئین واکنش آنافیلاکسی نشون میدن و همچنین افزایش حساسیت به ژیاردیا و تست منفی کاذب در صورتی که سلیاک داشته باشن، چون خب توی سلیاک آنتیبادی هاش آی جی ای هستش و اگر فرد کلا آی جی دفیشنت باشه این تست اسکرینینگ براش منفی کاذب میشه. در مورد موارد مربوط به تی سل، خب بیماری دیجورج رو داریم، میکرو دیلیشن بازوی در واقع کوتاه کروموزوم 22 که پوچ سوم و چهارم در واقع دیولپمنتشون دچار مشکل میشه و اینکه تیموس و پاراتیروید ها وجود ندارن. مثال هاش بیماری دیجورج هست که پاراتیروید و تیموس مشکل داره و همچنین اختلالات قلبی عروقی دارن و ولوکاردیو فاسیال سیندروم که اختلالات در واقع فاسیال و قلبی و شکاف کام و اینها دارن. بیماری در واقع اون ابریویشنش کچ 22 هستش، اختلالات قلبیشون معمولا از نوع کنوترانکال هست مثل تترالوجی فالو و ترانکوس آرتریوزوس. پس اینو دقت بکنین، زیاد سوال میدن که یا تترالوجی فالو و یا ترانکوس هست، اختلال قلبی که توی بیماری دیجورج وجود داره. و خب افزایش حساسیت به بیماری های وایرال چون تیسل توشون مشکل داره و هایپوکلسمی هم به خاطر همراهیش با در واقع نبودن قدرت پاراتیروید هستش، بنابراین به سطح کلسیم پایین، پی تی اچ پایین و همچنین توی چسیکسرشون تیموس سایش وجود نداره. اینها علائمی هستن که توی در واقع شرح سوال میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. خب این دو بیماری اینترلوکین 12 رسپتور دفیشنسی و هایپر آی جی ای رو یادتون باشه که مربوط به تی سل هست، شاید از اسمش خیلی نتونین حدس بزنین و باید از قبل دیده باشین و بهش توجه کرده باشین. در مورد اینترلوکین 12 رسپتور دفیشنسی، خب گفتیم اینترلوکین 12 باعث میشه که پاسخ ایمنی به سمت تی هلپر 1 و پاسخ گرانولون پیش بره، بنابراین اگر اینترلوکین 12 در واقع کمبود داشته باشه پاسخ به سمت تی هلپر 1 نمیره و پاسخهای گرانولومی مشکل دارن، بنابراین تظاهرشون در واقع عفونت های مایکوباکتریال منتشر و دیسمینیتد هست. در مورد هایپر آی جی ای شاید اشتباه بکنید که احساس بکنید چون مربوط به ایمونوگلوبولین هست مربوط میشه به بی سل ها، ولی توجه بکنید که هایپر آی جی یا جاب سیندروم مربوط هست به تی سل و به خاطر اختلال در تی هلپر 17 هستش که گفتن قبلا تی هلپر 17 نقشش توی فعال کردن
نوتروفیل ها هست، بنابراین تظاهر این بیماری آبسه های سرد هست بدون پاس و چرک و از علائم مهم دیگرشون در واقع فسیس کورس و اگزما هستش. توی این بیماری سطح آی جی ای و ایوزینوفیل بالاست و همین علت بهش میگن هایپر آی جی ای. پس در بیماری هایپر آی جی تی ال پر 17 و در نتیجه فعال شدن نوتروفیل ها مشکل داره. خب در مورد کرونیک موکوکوتانئوز کاندیدیازیس هم توجه داشته باشین که کاندیدیازیسی که مربوط به سطوح در واقع پوست و مخاطی باشه مربوط هستش به تیسل، ولی کاندیدیازیس سیستمیک که سپسیس ایجاد بکنه مربوط هست به اختلال گرانولوسیت ها و نوتروفیل ها. بنابراین در واقع تیسل دیسفانکشن که در واقع ایمنی سل مدییتد مشکل داره، ما عفونت های موکوکوتانئوز کاندیدیازیس رو داریم. در مورد ایمونودفیشنسی هایی که مربوط به بی سل و تی سل هر دو هستن و هر دو اینها نقص داره که خب به همین خاطر معمولا پریزنتیشنشون هم شدیدتر هست نسبت به بیماری های قبلی. در مورد اسکید یا سیویر کمبای ایمونودفیشنسی مکانیزم مختلفی داره که یکی از اونها در واقع اختلال توی رسپتور اینترلوکین 2 هست. قبلا گفتم که اینترلوکین 2 کلن در پروموت کردن و تحریک پاسخهای ایمنی نقش مهمی داره که به صورت جنرال همه پاسخهای ایمنی رو با مکانیزم مختلف فعال میکنه. بنابراین نقصش یکی از مکانیزم های بیماری اسکیت هست و همچنین آدنوزین دامیناز دفیشنسی که مکانیزم دیگرش هست که خب تظاهر بالینی انواع در واقع عفونت ها رو نسبت بهش حساس هستن، FTT دارن، در واقع تراش و دایاری های مزمن، هم بیماری وایرال، باکتریال، فانگال همشون معمولا به صورت مکرر اتفاق میفته. یکی از تست اسکرینینگش کاهش تیسل رسپتور اکسیژن سرکل هست که این مورد خاطرتون باشه و همچنین تیموس سایه تیموس توش اکسیژن دیده نمیشه، جرمینال سنتر توی لنفنوت ها نداریم و اگر فلوسایتومتری بکنیم تیسل ها کاهش پیدا کردن. خب در مورد آتاکسی تلانژکتازی اختلال در ریپیر دی ان ای هست که در قسمت بایوشیمی قسمت دابل استن ریپیر گفتم خدمتتون که یکی از پاتولوژی مربوط به نان هومولوگوس دابل استن دی ان ای ریپیر آتاکسی تلانژکتازی هستش که خب همونطور که از اسمش مشخصه آتاکسی دارن به خاطر دیفکت های مربوط به مخچه تلانژکتازی دارن و همچنین افزایش حساسیت نسبت به ریدییشن مهم هستش. خب به خاطر همین مشکل در ریپیر دی ان ای هست و افزایش ریسک لوکمی و لنفوم. در مورد هایپر آی جی ام خب کلاس سویچینگ در واقع بی سل ها اختلال داره اینجا که به خاطر عدم اینتراکشن سی‌چل لیگاند روی تی سل و سی‌چل رسپتور روی بی سل ها هست که کلاس سویچینگ اتفاق نمیفته و به شکل همون آی جی ام ایمونوگلوبولین ها هستن و نمیتونن به انواع ایزوتایپ های دیگه تبدیل بشن که توی علائم بالینیش هم عفونت های پیوژنیک مکرر هستش و همچنین عفونت با نوماسیستیسک و کیپتوسفوریدیوم و سی ام بی. و نکته مهم دیگرش هم باز جرمینال سنتر هستش که در لنفنوت ها وجود نداره. در مورد بیماری ویسکوتالتریچ نکته مهمش این است که ایکس لینک بنابراین در پسرها هست و اینکه نقش پلاکت ها علاوه بر حالا لوکوسیت ها یعنی بی سل و تی سل پلاکت ها اونجا مشکل دارن و از علائم مهمش که گاید میده به شما در صورت سال تروموسایتوپنی و اگزما هستش و اینکه سطح آی جی ای و آی جی ای تو این بیماری بالاست، آی جی جی و آی جی ام پایینه، آی جی ای و آی جی ای سطحشون بالاست، این هم خاطرتون باشه. ولی خب نکته خیلی مهمش هم تروموسایتوپنی و اگزما و نقش پلاکت ها در ویسکوتالتریچ هست. خب بریم سراغ موارد مربوط به فاگوسیت ها مثل مثلا نوتروفیل ها. بیماری الیدی تیپ 1 یا لوکوسیت اتیشن دفیشنسی به خاطر دیفکت در اینتگرین هستش بر روی فاگوسیت ها که کموتاکسیشون دچار اختلال میشه، بنابراین سطح نوتروفیل در خون بالا میره چون که نمیتونن وارد در واقع اون محل التهاب و بافت بشن، بنابراین در خون سطحشون بالا میره. از علائم خیلی مهمش در واقع جدا شدن دیررسه، یعنی بیشتر از 30 روز طول میکشه بند ناف هستش و همچنین که در عفونت هاشون پاس هم وجود نداره به خاطر اینکه نوتروفیل ها نمیتونن به محل عفونت در واقع برن و اینکه عفونت هاشون هم بیشتر مربوط به پوست و سطوح موکوزال هست، بنابراین اسکین و موکوزال هست عفونت هاشون، بدون پاس هستش و کولت هست. و اینکه از نکات مهم دیگه اینه که بند ناف دیر جدا میشه.
در مورد چدیاکی گاشی مشکل در فیوژن فاگوزوم لیزوزوم هستش که بنابراین باعث به وجود ژانت گرانول در گرانولوسیت ها و پلاکت ها میشه. این نکته خیلی مهمه، هر وقت به ژانت گرانول اشاره کردن یا تصویر مشابه اون چیزی که در لام خون محیطی اینجا گذاشتن دیدین، به فکر چدیاکی گاشی باشید. از نکات مهم دیگرش نورودژنریشن هست و آلبینیسم، که آلبینیسم اینها به خاطر این هستش که آپتیک ملانین مشکل داره در سلول ها. پس آلبینیسم هم در مورد چدیاکی گاشی خاطرتون باشه. در مورد سی جی دی یا کرونیک گرانولوماتوزیس قبلا صحبت کردیم، به خاطر اختلال در واقع NADPH اکسیداز هست در گرانولوسیت ها و سلول های فاگوسیت که ایکس لینک هست، بنابراین با توجه بکنید که در پسرها هست و افزایش حساسیت به بیماری هایی که کاتالاز مثبت هستن مثل استاف اورئوس و سودومونا. از نکات مهم دیگرش این هستش که این دوتا تست رو در مورد سی جی دی خاطرتون باشه، دیهیدرورودامین هستش و نیتروبلو تترازولیوم، که این دوتا تست مربوط هستن به سی جی دی. خب به طور خلاصه در بیماری هایی که تیسل در واقع نقص داره و مشکل داره، عفونت نسبت به ویروس ها در واقع فرد حساس میشه، مثل CMV, EBV, واریسلا و کلن ویروس ها رو خاطرتون باشه. و از بین در واقع قارچ ها هم کاندیدیازیس به صورت لوکال مربوط هست به تیسل ها، این نکته رو دوباره باید تاکید بکنم، ولی کاندیدیازیس به صورت سیستمیک مربوط هست به گرانولوسیت ها و نوتروفیل ها. برمه در بیماریان HIV که تیسل نقص داره، این مواردی که اینجا هست رو معمولا بیشتر میبینیم. عفونت CMV, EBV مخصوصا JC ویروس مربوط هستش به HIV، کاندیدیازیس های لوکال و پوستی، انوموسیسیس جیروسهی یا هم PCP و عفونت های کریپتوکوک، اگر که توی میکروبیولوژی خاطرتون باشه در بیماری HIV که مربوط به تیسل هست، همه این موارد رو ما داریم. در مورد بیسل خب بیشتر افزایش حساسیت به باکتری های کپسولدار رو خاطرتون باشه و جیاردیازیس به خاطر IG. در مورد گرانولوسیت ها ما کاهش گرانولوسیت ها رو علاوه بر این حالا موارد مربوط به ایمونودفیشنسیشون در کموتراپی داریم، که در واقع افرادی که کموتراپی میشن افزایش حساسیت به این نوع در واقع عفونت ها دارن که هم باکتری ها هست و هم کاندیدیازیس سیستمیک، آسپرژیلوز و موکور، که اینها رو معمولا در افرادی که کموتراپی میشن ما میبینیم. کمپلمان هم که مربوط هست به باکتری های کپسول دار. خب در مورد رده پیوند ترانسپلنت ریجکشن خیلی مهمه. من خیلی سوال دیدم از این 4 مورد در واقع رده پیوند سوال میدن. در مورد هایپر اکیوت یادتون باشه توسط آنتیبادی که از قبل در بدن فرد وجود داشتن و در همون حین عمل خودشون نشون میده، ازیاد حساسیت تیپ 2 هستش و این مورد مهمش این هست که ترومبوز رو ما میبینیم در رگهایی که حالا پیوند شدن که باعث نکروز فیبرینوید میشه. پس ترومبوز و نکروز فیبرینوید مربوط هست به هایپر اکیوت. در مورد اکیوت هم ایمنی سلولار و هم هومورال نقش داره، اما نقش بیشتر مربوط به ایمنی سلولار هست و سلولهای CD8 که در واقع ازیاد حساسیت تیپ 4 هست و نکته مهمش انفیلتراسیون لنفوسیت ها هست در انترسیس. بنابراین انترسیشال لیمفوسیت انفیلتریشن رو خاطرتون باشه که مربوط هست به اکیوت. و اینکه داروهای ایمونوساپرسیو که به افرادی که پیوند شدن میدن به خاطر همین جلوگیری از رد پیوند اکیوت و حاد هستش. در مورد کرونیک سلول های CD4 نقش دارن و ازیاد حساسیت هم تیپ 4 هست و هم تیپ 2. باز نکات مهمش آرتریو اسکلروزیس هست که این کیورد ها رو در مورد کرونیک یادتون باشه، آرتریو اسکلروزیس، پرولیفریشن در واقع عضله صاف واسکولر هستش و فیبروز. بنابراین پرولیفریشن اسموس ماسل، فیبروز و آرتریو اسکلروزیس مربوط هست به کرونیک. مثال هاش هم حالا در واقع رد پیوند کرونیک کلیه هستش، برونشیولیت اوبلیتران در ریه و بایل داک سیندروم در پیوند کبد. در مورد گرافت ورسس هاست دیزیز که مربوط هست به تیسل هایی که در گرفت وجود دارن و معمولا هم در پیوند کبد و پیوند بون مرو اتفاق میفته که در واقع لنفوسیتشون زیاده و اون تیسل هایی که در داخل این گرفت هستن به بافت های طبیعی بدن حمله میکنن و اونها رو بیگانه تشخیص میدن که علتش هم معمولا HLA
میسمچ هستش و علائم بالینیش دایاریا رو خاطرتون باشه که پرزنتیشن معمولا میدن که فرد بعد از پیوند در واقع با پرزنتیشن دایاریا زردی و رش تظاهر پیدا میکنه که باید به فکر گرافت ورسس هاست دیزیز باشین. و این که در مورد ترانسفیوژن خونه که از راههایی که بخوایم از گرافت ورسس هاست دیزیز جلوگیری بکنیم ایرادیشن اون محصولات خونی هستش. خب بریم سراغ داروهای ایمونوساپرسان که گفتم برای جلوگیری از حد پیوند حاد داده میشه. وقتی میگم حاد منظورم از چند هفته تا چند ماه هست، بنابراین وقتی میگم حاد همون هایپر اکیوت هستش که در همون حین عمل اتفاق میفته. حاد میتونه از چند هفته تا چند ماه باشه که برای جلوگیری از اون به صورت پروفیلاکسی داروهای ایمونوساپرسان داده میشه. و اینکه خب میدونین داروها باعث افزایش ریسک عفونت و مالیگنسی میشن به خاطر اینکه خب ایمونودفیشنسی میدن. خب در مورد داروهایی که اینجا مهم هست، تاکرولیموس و سیکلوسپورین رو به عنوان کلسینورین اینهیبیتورها از من خاطرتون باشه و سیرولیموس رو به عنوان یک امتور اینهیبیتور. حالا نکات مهم اینها چیه؟ سیکلوسپورین و تاکرولیموس که کلسینورین اینهیبیتور هستن میان و جلوی ترانسکریپشن اینترلوکین 2 رو میگیرن که قبلا گفتم اینترلوکین 2 کلا سیستم ایمنی رو فعال میکنه با مکانیزم‌های مختلف، چه تی سل ها چه بی سل ها و همه اینها، و اینها میان جلوی ترانسکریپشن پروتئین اینترلوکین 2 رو میگیرن. و نکته مهم دیگه شون اینه که نفروتوکسیک هستن. در مورد سیرولیموس که یک امتور اینهیبیتور هست میاد و جلوی پاسخ به اینترلوکین 2 رو میگیره، بنابراین جلوی سیرولیموس پاسخ اینترلوکین 2 رو بلاک میکنه، سیکلوسپورین و تاکرولیموس ترانسکریپشن اینترلوکین 2 رو بلاک میکنن. و اینکه سیرولیموس دیگه نفروتوکسیک نیست و برای پیوند کلیه معمولا از سیرولیموس استفاده میشه. بازیلکسیماب یه مونوکلونال آنتیبادی بر علیه اینترلوکین 2 هست، پس بنابراین ببینید که چقدر از داروها با در واقع میان و تارگتشون روی اینترلوکین 2 هست برای ایمونوساپرشن. خب در مورد آزاتیوپورین نکته مهمش این هستش که در واقع سنتز نوکلئوتید اختلال ایجاد میکنه. قبلا تو قسمت بیوشیمی گفتم مایکوفنولات در سنتز پورین ها مهم در واقع مهارشون میکنه. و در مورد گلوکوکورتیکوید نکته مهمش این هستش که مسیر NF کاپا B رو مهار میکنه که از این طریق هم بی سلا هم تی سلا و کلا به صورت جنرال ایمنی رو ساپرس میکنه. و من تو خیلی از بیماری ها کورتون ها داده میشن و از عوارض مهمشون استوپروزیس هستش و آدرنال اینسافیشنسی و همچنین آواسکولار نکروزیس مخصوصا سر فمور. نکته مهم دیگه شون لوکوسیتوز به صورت آرتیفیشیال هستش که در مصرف کورتون ها داریم به خاطر اینکه وایت بی سی ها دمارژینه میشن و از در واقع سطوح اندوتلیوم رحم میشن به داخل سیرکولیشن. در مورد سایتوکاین هایی که به صورت دارو ازشون استفاده میشه، ایرسوپویتین رو خاطرتون باشه که به خاطر آنمی مخصوصا در واقع نارسه کلیه استفاده میشه. خب کلونی استیمولیتینگ فاکتورها رو ما داریم در بیماران که موتراپی میشن مثل جی سی اس اف و جی ام سی اس اف. ترومبوپویتین هستش که برای اوتوایمین ترومبوسایتوپنی استفاده میشه. در مورد ایمونوتراپی ها اینترلوکین 2 که در واقع به صورت صنایعی سنتز میشه آلدسلوکین هستش که در ملانوم و رنال سل کارسینوم استفاده میشه. اینترفرون هم قبلا گفتم اینترفرون ها هم در رنال سل کارسینوم و هم در ملانوم استفاده میشن. اینترفرون بتا رو برای ام اس خاطرتون باشه. در مورد داروهای دیگه آدالیموب و اینفلیکسیماب مهم هستن که در واقع TNF آلفا رو مهار میکنن. و اینکه قبل از اینکه بخوایم تجویز بکنیم اینها رو بعد از نظر یه سری از بیماری ها مخصوصا تی بی حتما اسکرین بکنیم چون باعث ریاکتیویشنشون میشه. اتانرسب یه دکوی رسپت در واقع یه دکوی هست برای رسپتور TNF آلفا و مونوکلونال آنتیبادی نیستش، بنابراین این رو حتما خاطرتون باشه که مهمه تو سال همینه. اتانرسب TNF آلفا رو مهار میکنه ولی از طریق دکوی کردن رسپتورش، ولی آدالیموم و اینفلیکسیمن مونوکلونال آنتیبادی هستن بر علیه TNF آلفا. مورد مهم دیگه اکولیزومب هست که در بیماری PNH استفاده میشه و بر علیه کمپلمان هستش. ناتالیزومب رو خاطرتون باشه که بر علیه اینتگرین هستش و در بیماری MS و کرون استفاده میشه. دنوزومب در واقع آنتیبادی بر علیه رنگ L هست که در بیماری استوپروز استفاده میشه. اومالیزومب برای آسم استفاده میشه و بر علیه IgE هستش. و پالویزومب هم بر علیه پروتئین F یا همون فیوژن
respiratory syncytial virus هستش که برای پروفلاکسی و علیه RSV ازش استفاده میشه.